درود بر مردم نازنین کشورم زنان و مردان آزادیخواه به اولین بسته خبری امروز یکشنبه ۱ شهری شهریور ماه از کانال کیوسک خوش آمدید قبل از هر چیز از شما عزیزانی که برای اولین بار ویدیوهای ما رو تماشا میکنید خواهش میکنیم تا با عضویت و سابسکرایب کردن از کانال کیوسک حمایت کنید سپاه با انتشار بیانیه ای به آذربایجان اعلان جنگ داد آخوندها به دنبال فرار از سقوط صدای مجلس بیغیرت رژیم هم درآمد همه یاتش ها از گور رئیسی بلند می شود در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم سپاه با انتشار بیانیه‌ای به آذربایجان اعلان جنگ داد آخوندها به دنبال فرار از سقوطه سپاه پاسداران ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌ای ای به جمهوری آذربایجان هشدار داد که برگزاری انتخابات در قرباق برای جدا کردن این منطقه دخالت نظامی سپاه پاسداران در حمایت از ارمنستان را در پی خواهد داشت. همزمان با این هشدار سپاه پاسداران تصاویر استقرار نیروهای خود در مرزهای مشترک با آذربایجان و ارمنستان را نیز منتشر کرد. ابراهیم رئیسی هم در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان گفت که تغییر در مرزهای جغرافیایی منطقه خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است منابع خبری روسیه نیز گفتهاند که سپاه پاسداران آماده انتقال واحدهای نظامی به ارمنستان برای پشتیبانی از این کشور است خود روسیه نیز دیروز با احضار نماینده ایرمان اعتراض خود را به رزمایش مشترک ارمنستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود اعلام کرد وزارت امور خارجه روسیه همچنین پیوستن ارمنستان به دیوان جزایی بین المللی و بازداشت یک خبرنگار اسپوتنیک را قدیین محکوم کرد. کانال فارس درباره اتفاقات مرزی نوشته پس از تحرکات خطرناک مرزی از سوی آذربایجان و ارمنستان اقداماتی از سوی ایران برای صحبات در این منطقه در پیش گرفته شده است. در همین راستا تصاویر نشان میدهد خودروهای زرهی ایران به سمت مرز مشترک با دو کشور گسیل شده و آنگونه که از هلیکوپتر ایران که در ساحل عرس در سمت ایران در مرز باکو و ارمنستان پرواز می کند مشخص است ستونی از تریلرهای حمل خودروهای زرهی ایرانی در مقابل شهرک دستا در جمهوری خودمختار نخجبان که احتمالاً به سمت مرز سیونی که ارمنستان در حرکت است دیده می شود. جمهوری اسلامی با راه انداختن پروپاگاندای جنگی در ویدیویی خطاب به الهام علیوف هشدار داد در این ویدیو که از شبکه سحر صدا و سیما پخش شد آمده است ای اسرائیل چشمانت را باز کن این ارتش ایران است ما از عرس عبور میکنیم در ساعات ابتدای امروز ارتش جمهوری آذربایجان ادوات و نیروهای زیادی در مرز ارمنستان مستقر کرده و بعید نیست بار دیگر طرفین وارد یک جنگ شوند در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمهوری آذربایجان در مورد استقرار یگانهای نظامی خود در مرز با ارمنستان هشدار داده است همچنین گفته شد محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به باکو سفر کند و یک مأموریت حساس دارد اما در تصویری که از دیدار های نظامی جمهوری اسلامی و نظامیان جمهوری آذربایجان در باکو منتشر شد خبری از باقری نیست مقامات جمهوری اسلامی پیش از این در مورد هر گونه تغییر در مرزها به جمهوری آذربایجان هشدار داده بودند آنها تهدید کردند در صورتی که هر کدام از طرفین تنش در قرهباغ قصد تغییر ژئوپلیتیک منطقه قفقاز و تغییر مرزهای بین المللی را داشته باشد جمهوری اسلامی خویشتنداری و سیاست بیطرفانه خود را کنار میگذارد و مستقیما اقدام متقابل خواهد کرد ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در مرز ارمنستان و آذربایجان مستقر شدهاند در مقابل منابع غیررسمی گزارش دادند جمهوری آذربایجان با همکاری اسرائیل و ترکیه آمادند طرح بی را در صورت مداخله نظامی جمهوری اسلامی علیه جمهوری آذربایجان آماده اجرا کنند مقامات جمهوری اسلامی نسبت به همکاری این سه کشور ابراز نگرانی می کنند همزمان با تشدید درگیری های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان روز شنبه 18 شهریور گروه ها و احزاب فعال در منطقه قره کوهستانی برای تعیین جایگزین آرایک هاروتونیان رئیس جمهور خودخوانده این منطقه که اخیرا استفاداد انتخابات برگزار میکنند شبکه آی 24 اسرائیل در گزارشی با اشاره به استقرار واحدهای پیاده و زرهی سپاه در مرزهای شمال غرب به نقل از منابع روسی ادعا کرد ایرانی ها آماده ای انتقال واحدهای نظامی به ارمنستان برای عملیات پشتیبانی هستند یک روز پیش از آن کرملین نمایندگی ایروان در مسکو را به دلیل گام های غیر دوستانه در بخبه های تمرین های نظامی مشترک بین ایالات متحده و ارمنستان اعزار کرده بود. برخی طرفداران جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی ویدیویی به زبان ترکی منتشر کردند که در آن جمهوری آذربایجان با موشک های بالستیک تهدید شده است. یورونیوس هم امروز گزارش داد که جمهوری آذربایجان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای ارمنستان در طول شب گذشته به سوی نیروهای این کشور تیراندازی کردند و در جواب هم یگان ارتش آذربایجان اقدامات تلافی جویانه انجام داده است این در حالی است که ارمنستان اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است دولت ارمنستان اعلام کرد که پاشینیان نخست وزیر این کشور روز شنبه با رهبران فرانسه، آلمان و کشورهای همسایه خود یعنی ایران و گرجستان و همچنین با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفتگوهای تلفنی داشته است. باکو نیز اعلام کرده که وزیر امور خارجه این کشور با یوری کیم یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در مورد این وضعیت گفتگو کرده است پاشینیان در این ها خاطر نشان ساخت که تنشها در مرز افزایش یافته و آذربایجان نیروهای خود را در آنجا و اطراف منطقه قرهباق کوهستانی متمرکز کرده است باکو این موضوع را رد کرده و ارمنستان را به انجام همین کار متهم کرده است همزمان یک روزنامه حکومتی با هشدار به مسئولان جمهوری اسلامی اتفاقات اخیر در مرزهای ارمنستان را به دلیل سیاست احمقانه رژیم در تندروی بیش از حد و نیز پیروی چشم بسته از های روسیه دانست در این مقاله آمده به نظر میرسد لئون پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مسیری قرار گرفته است که انتهای آن رضایت دادن به معاوضه گذرگاه لاچین با گذرگاه زنگزور است این معاوضه زمین هم قرباق کوهستانی را دوباره به ارمنستان وصل خواهد کرد و هم باکو را به نخجوان مطمئنا چنین امری با هدایت و راهنمایی بلوک غرب خواهد بود که راهی برای کمک رساندن به ارمنستان ندارند و سعی می کنند با این مصالحه این کشور فقیر را از ضربات نظامی ارتش ثروتمند باکو خارج کنند حتی روسیه هم نسبت به چنین معاملهای نظر منفی ندارد زیرا در صورت چنین توافقی تا سالها های راهبردی در این منطقه نخواهد داشت اما برای ترکیه و آذربایجان و طرفداران پانتورانیسم این یک برد کلان و راهبردی خواهد بود که کمربند ترکیه شمال ایران را تکمیل خواهد کرد و جریان انتقال نفت و کالا بین ترکیه و کشورهای ترک زبان آسیایی را تسهیل نموده و به همان نسبت به رشد حس همبستگی ترکی مدد خواهد رساند امری که حتی برای نقشه کمربند پهنه و راه ابریشم نوین چین هم مطلوبیت بیشتری خواهد داشت تا حفظ وضع موجود متاسفانه ایران مهمترین و شاید تنها بازمانده ای این معامله باشد الحاق دو باکو و نخجوان نه تنها راه دسترسی ایران به دریای سیاه را مشروط و منوط به اراده ترکیه خواهد کرد بلکه خطر رشد تمایلات قومگرایانه را هم به شدت افزایش خواهد داد امری که تاکنون هیچ کدام از مسئولان ایرانی به زبان نیاوردند ولی مطمئنا یکی از نگرانی های جدی هر استراتژیست ایران خواهد است ایران چه میتواند بکند فارغ از انزوای ایران در صحنه های بین باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که هیچ قدرت دیگری در این منطقه منافع شبیه یا هم اندازه ایران در حفظ وضع موجود ندارد و در نتیجه عملا جز مشتی نظرات و شعارهای بیمعنی چیز دیگری در جلسات با حضور ایران رد و بدل نخواهد شد. بنابراین سوال روشن و بیابهام این است آیا ایران میتواند به زور مانع زنگزور با لاچین شود آیا اعزام نیروهای نظامی و گشت زنی مداوم پهپادهای ایرانی می تواند پیامی روشن و بی ابحام به آنکارا و باکو برسانند؟ صدای مجلس بیغیرت رژیم هم درآمد. همه ی ها از گور رئیسی بلند می شود. در حالی که موج اخراج استادان دانشگاه ادامه دارد، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی به سراحت گفت که شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه است. همزمان یک عضو معترفه اسلامی شمار استادان اخراج شده را حدود 100 تن اعلام کرد و این تعداد را در مقابل آمار کل مدرسان دانشگاه ها رقمی ناچیز عنوان کرد در همین حال فعالان سنفی دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس طی بیانیه ای با اعتراض به موج اخراج استادان و فشارهای امنیتی و احکام اخراج و تعلیق دانشجویان معترض خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشتند تشد رسوایی سیاست های ترس خورده سرکوبتان از بام فرو افتاده است و زخمی که بر تن دانشگاه میزنید با تعویز نام ها پنهان نمی شود. نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه در ای با سایت دیدبان ایران گفت شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه است و من این اقدامات در حوزه فرهنگ و دانشگاه ها را خلاف روشن روح قانون اساسی و خلاف روشن اصول مترقی در حوزه های کرامت انسانی، آزادی بیان و اندیشه برابری همه مردم در مقابل قانون می دانم. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با این فرمان کشور را به جاهای خطرناکی میبرند افسود آنچه در دانشگاه ها رخ داده را به خودکشی فرهنگی تعبیر می کنم. نوری قزلجه هدف از حزب اساتید منتقد را ادامه یک دست سازی و خالصسازی حکومت عنوان کرد و افزود اگر در یک جمله خلاصه کنم هدف تداوم همان خالصسازی است که در حوزه سیاست و قدرت صورت گرفته و الان وارد حوزه فرهنگ و دانشگاه ها شده است رئیس فراکسیون مستقلین مجلس برای نمونه به بیانیه وزارت کشور در حمایت از اقدامات وزارت علوم در اخراج استادان دانشگاه افسود که این بیانیه بسیار تعجب آور بود و نشان می دهد که کسانی در عرصه قدرت و سیاست در حال انجام یک دست سازی هستند. نوری غزلجه همچنین گفت ما در فراکسیون اقلیت حتما در مورد اخراج استادان موزگیری خواهیم کرد ولی به نظر می آید اکثریت مجلس با این اقدامات دولت رئیسی هماهنگ است و اساسا مجموعه اکثریت مجلس و دولت خود مسئول یک دست سازی هستند و به همین دلیل بعید است در مجلس اقدامات جدی در مورد اخراج استادان انجام شود. عزیزان همراه به پایان این بسته رسیدیم فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان و الهام بخش تیم تحریری کیوسکه با نوشتن نظر خودتون در قسمت کامنت ها و همچنین لایک کردن این ویدیو یاری رسان تیم خبری ما باشید